گذشت از تهران که میدونم در امروز و همینطور دیروز در بخش‌های مختلف تهران رفت آمد کرده و شرایط رو دیده. آرش، کمی بهمون بگو که چه دیدی دیروز و امروز؟ واقعیت اینه که تهران، فردید، شهریار و کرج رو از نزدیک دنبال کردم، سعی کردم تهران رو شرق دنبال کنم. واقعیت اینه که منطقه پیروزی، منطقه دماوند و هر چقدر به سمت شرق و جنوب تهران می رفتیم، این درگیری ها به دلیل افزایش جمعیت معترض خیلی بیشتر بود. این به معنی نیست که بقیه مردم تهران معترض نبودن، بلکه معترض جمعیت تهران می شد در رفتارشون در جاهای مختلف دید. اما چیزی که مشخص بود این بود که توی این مناطق این اعتراض درگیری خیلی شدید منجر شده بود. موضوع دیگه بحث کشته ها و زخمی ها و بازداشتی هاست. این آمارهایی که داره اعلام میشه متاسفانه به دلیل گردش غیر آزاد اطلاعات همش خیلی فاصله رو با ما واقعی. من حتی دیدم که کسی رو که از نیروهای سرکوبگر بود مردم تونستن در واقع برخورد کنن و گرفتار شده بود. من توی فردیس کج با اسم و فامیلی به دلیل مسائل امنیتی ترجیح میدم اسم نه، با اسم و فامیلی بیش از 10 نفر رو برای روز یک شنبه، یعنی برای روز شنبه، یعنی 2 روز پیش میبونی که داشتن بیمارستان، یکی از بیمارستاناشون بالای جاخ مجروح رو در حوض جاخ داده، کمهشون امروز نیروهای امنیتی هست که کسی از بیمارستان خارج نشه. شهریار همینجور، تعداد کشته ها خیلی فراتر از اون چیزیه که داره اعلام میشه. خدمت عرض کنم که اجازه بده من ازت بپرسم، آیا شما اسلام شهر رو هم موفق شدی ببینی با توجه به این که؟ نه، من اسلام شهر رو موفق نشدم. و در عملا آنچه که در واقع دولت ایران داره میگه و مقام‌های امنیتی ایران این هست که بسیاری از معترضان دست به آتش زدن بانک‌ها و همینطور در واقع ماشین‌های عمومی زدند و عملا اونها رو اغتشاشگر خواندند. شما یا با اونها صحبت کردی و بعد شاهد چه این چیزهایی هم بودی یا نه؟ من خبرنگار نیستم، من یکی از معیارم، من اینجا از حق دفاع از خود دفاع میکنم، حق مشروع دفاع از خود، حق که سال هاست با عنوان مدنیت در واقع زهرورق شده. من به شما میگم بعد دو خیلی از در واقع بانکی زدن، اما این مردم نبودن که خیلی دیگه از بانک ها رو آزدن. این مردم نبودن که ماشین نبود میکردن، شیشه ها رو فیلماش هست، فیلماش رو شما میتونید بخش عمدهش رو تا الان دیدید، بخش دیارزادیش بعد از شدن اینترنت خواهد رسید. شما خواهید دید نیروی انتظامی چه بر اموال مردم، شما از حق دفاع مردم عبور کنید. مردم 40 سال سرکوب شدن، 22 سال اصلاحات رنگ تغییر شدند، کوچیک شدند، بهشون امید واقعی دادند. آقای روحانی رئیس جمهور به مورد حمایت اصلاح طلبان که در برنامه های مختلف شبکه‌های شما حضور دارن، سال 78 گفت معترضان رو در نماز جمعه بیاویزیم و دیروز در جلسه هیئت نشون داد که همون حسن روحانی سال 78 از قوه قضاییه خواست با کسانی که سد معبر کردن خود کنه. اجازه بدید من به نهایی از صدایی که تو خیابونا شنیدم، جوان 25 ساله که فریاد زد آرزو یک پراید، پراید برای من یک حسرته، کسی که زیر دست و پای ماموران فریاد میزد من فقط گشنمه، من الان خودم نیستم. صدای تمام اون عربده ها، اون ناله ها و اون صدایی هم که میشنیدم، صدای زنی که اومد گفت من چیزی من از دست دادن ندارم،
آقای آرش، میفهمم که شاهد صحنه های احتمالاً خوبی هم نبودید و شاهد اعتراض ها بودید، اما یه ذره اگر فاصله بگیریم، شما فکر میکنید که رنج سنی اون افرادی که عملاً در این اعتراض ها هستند بیشتر از چه سنی هستند؟ متعلق به چه نسلی هستند؟ من باید تصدیه بگم به دیگران سیاسی من که نسل 80 رو تحقیق کردن و انکار کردن به انواع اقسام مختلف. امروز به شما بگم که دهه 70 و دهه 80 نیمار اتفاقات آبان 1380، نسلی که گفتن جمهوری اسلامی کرده، نسلی که بهش گفتن جنگش با جمهوری اسلامی جنگ لایستایله، جنگ هویتش نیست. امروز اونا اومدن و میگن جمهوری اسلامی باید بره. ساختمون شهرداری تصدیق کرج رو همین جوان ها آتیش دادن. اینها دیگه مثل اهل ما هست که باهاشون بخندیم بگیم میدیم برای چره میکنیم و توافق میاریم و اینا بگن ای آنشون ما فرشتالی هاییم به شما رای میدیم. نه، اونها دیگه این چیزها رو باور نمی کن. اونها میان حق خود رو میگیرن. اجازه بدید شما بگم، من خطاب اینجا رو با اپوزیسیون میگم، اپوزیسیون که دوباره لایک و فالوور این و گزارش نمیشه برای این اعتراضات تا فردا فانتای میلیون دلاریش رو بگیره. امروز بیش از این صدای ملت ایران باشید کنید. امروز وظیفتونه، امروز وظیفتونه برای تک تک چیزهایی که عنوان کردید هستید تلاش کنم. آقای آرش، یک سوال کوتاه دیگه میپرسم. من یک جمله رو بگم بعد سوالتون رو بپرسم. نه اینترنت دارند، نه اینترنت دارند، نه صدا دارند، دارن کشته میشن. حتی تعدادشون رو شما میتونید متوجه بشید. هیچ کس در ایران نمیدونه. خبرنگارهای خبرگزاری اسمی خبر ندارن تعداد کشته شده. بله درست میفهمم، برای اینکه این رو تایید کردن. خبرنگارهای داخلی هم گفتن که اجازه ندارند که خبرهایی در زمینه اعتراض‌ها اصلا منتشر بکنند و در مورد آمار و ارقام هم عملا دولت و همینطور مقام‌های رسمی تایید نمی‌کنند و کاملا سکوت کردن در مورد اینکه چه تعداد از معترضان کشته شدند در این اعتراض‌ها. اما یک سوال دارم، اگر بتونید کوتاه بفرمایید، چرا بانک ها، چرا مراکز عمومی، جاهایی که مثلا مردم کارهای، میدونیم که در خیلی از جاها بانک ها هم آتیش گرفتن، چی میشنید؟ یعنی چه حسی هست که به اونها اجازه میده بانک رو آتیش بزنن؟ آن عادی خودزنی میکنه، شما میبینید یه نفر تو خیابونه لندن حرکت کنه خودش بزنه. خب اگر خودشتان یه اتفاقی براش افتاده، سنانی که خودزنی نمی کنه، چه اتفاقی می افته برای این مردم؟ چه اتفاق افته در 40 سال برای مردم؟ در این 22 سال اصلاحات به اسم اصلاحات تحقیر شدن، امیدشون نامید شده، چه اتفاقی برای این ملت افتاده؟ چرا یک نفر باید بانک آتیش بزنه؟ چرا؟ این سوال رو من می پرسم از همه. چه اتفاقی، چه فرایندی برای یک جوان، برای یک میان سال، برای یک بیرفندی با سن بالا رخ میده که بانک آتیش میزنه؟ عمومی انبالی که میدونه فرداش باید پولش رو از بیتومان اصطلاحاً یا مالیات رو امثاله هم بپردازه، یعنی هزینش رو باید خودش بپردازه. چه اتفاقی برای اون قیام داده که این کار رو میکنه؟ چرا نمیگیم اتفاقی توی این مسیر افتاده؟ چرا نمیگیم توافق شد برای هیچ پولی به سخم این جمعونش همش توی فلسطین و سوریه؟ نیم میلیون راستیم رسیم در کشتن نیم میلیون سوری. ما پول جوانمون رو اونجا خرج کردیم. این خشم، امروز معاصل اصلاحات و اصولگرایی در جمهوری اسلامیه. متوجه شدم. آرشم ممنونم از تماست با ما. آرش بود، شاهد عینی از تهران. تلاش میکنیم که آخرین اطلاعات رو از ایران از طریق خطوط تلفن حداقل در اختیار شما بگذاریم. مسعود از شهروندان ساکن فردیس کرج
حالا به ما پیوسته. آقای مسعود کمی بهمون بگین که اونجا چه میگذره امروز و آیا دیروز هم خبری بود یا نه؟ درود بر شما و همه بینندگانتون. از وقتی که قیمت بنزین اعلام شد به طور رسمی، خب همه جای کشور بالاخره یه شوکی مردم وارد شد و تظاهرات و حالت مسلط مازید برگزار شد. حالا به شیوه‌ای که خدای روحانی هم اعلام کرد اومدن ماشیناشون رو گذاشتن وسط خیابون‌ها، این در همه شهرها یکسان بود تا شب همون روزها که دیگه تیراندازی و نیروهای امنیتی ورود کردن به چالش کشیده شد. دیشب فردیس تو این روزهای آتی فردیس، خب بالاخره فیلماش هست تو احصال شد تا وقتی که اینترنت ها بود، الان که اینترنت به کل قطعه، کلیه بانک ها. فقط موردی که هست این که چجوری میشه توی کشور در یک روز همه بانک ها رو آتیش بزنن. من نمیگم در یک شهر 10 تا بانک داره 10 تا شده دادن، ولی یه دونه شو زدن هماهنگ. این نمیشه بگیم کار مردمه، کار چه گروه دسته‌ای بوده که میان. ببینید شما در فردیس کلیه بانک هاش آتیش زدن، خودپردازا رو خراب کردن. الان دیشب دوره مردم همه بیرون بوده، مردم عادی خب راه رو بستن، نیروهای امنیتی اومدن، پلیس ضد شورش اومد، ولی شواهد نشون میداد که تعداد نیروها انقدری نیست که بتونن با مردم مقابله کنن، یا هنوز نیرو وارد نکردن، اعتراضات رو به اون دسته ندیدن هنوز که انقدر نیرو بخوان وارد کنن که بخواد برخورد کنه. یعنی حس این که بخوان بررسی اعتراضات بخواد گستردگیش بیشتر بشه، نه الان میگن خب با همین تعداد نیرو بسته، یا نیرو اندکه که نیوردن. چون تو فردیس خلوش 19 تا مثلا موتور سوار کل فردیس رو بالا پایین میکرد بخواد با مردم برخورد کنه. بعضا هم دیدیم نیروهای امنیتی در کوچه‌های فردیس تو خودروهای شخصی بودن، مردم که فرار میکردن، کسایی که شناسایی میکردن و با ضرب و شتم میکردن تو ماشین میبردن. چند مورد رو به عینه دیدم. بعد اینکه مردم هستن، مردم پای اینکه واقعا خسته شدن از وضع موجود، از اینکه بخوان گرانی هست، بنزین گران شد دوباره گران میشه، این مردم خیلی باش نمیتونن تعامل برقرار کنن که چرا باید انقدر گران بشه زندگی. واقعا شما نگاه کنید کسایی که معترضن اکثرا جوانای بیکار همین مملکتن، جوانایی که قرار بود یه روزی شغل بهشون بدن، همه بیکارن. در تظاهراتی که شما در اون اعتراضایی که شما شرکت میکردید، شعارهای مردم چی بود؟ عملا چه میخواستن؟ ببینید بعضا من خب ببینید اول که بحث این که ناکارآمدی دولت بود، اینم جالب اتفاقا روزهای اول اعتراضات مردمی شعار به دولت بود، ولی بعد اینکه رهبری صحبت کرد که گفتن آقا سلام استقبا من موافقم، عملا دیگه شعارها از رهبری رأس خود رهبری رو مردم نشونه گرفتن و شعار میدادن، دیگه از هیته دولت خارج شده و با خود رهبر شعار میدن. و اینکه من تو اینکه جوانهای الان شعار زنده باد مثلا روحت شاد، رضا شاه، خانواده پهلوی رو وقتی دارن شعار میدن، جوانایی دارن این شعار رو میدن که اصلا تعریفی ذهنیتی از دوران پهلوی ندارن، شناخت کاملی ندارن، فقط به عنوان این که این شعار باعث ناراحتی بیشتر حکومت، سران حکومت میشه، من احساس میکنم این شعار رو میدن. چون میگم اینا هیچ چیزی نداشتم نسبت به رضا شاه که بدونن چه دوره‌ای بوده، چه کارهایی شده، چه کارهایی نشده. برای همین این شعار خیلی باید حالت سمبولیک برای عصبانی کردن ایناست. این شعارهای مردم بیشتر رأس نظام و الان هدف گرفته دارن میدن، به روحانیت میدن، دیگه با دولت کاری ندارن. و اگه خیلی کوتاه به من بگی که امروز در شهر شما یا فضا امنیتی هست یا نه؟ امروز هیچ خبری نیست، بحث امنیتی نیست، هیچ نیرویی نیست، ولی شهر مردم ببینید کلیه مغازه هایی که فردیس خب یه منطقه تجاری داره، کلیه مغازه ها اومدن توش میخوابن، جوش میزنن مغازه هاشون رو، در پیکرشون رو صفر میکنن. ولی اینجوری که تو شهر پیچیده دوباره قرار از ساعت 4 شاید مثلا بگم دقایق دیگه دوباره بریزن بیرون، این چیزی که احتمالش میاد. و اینم بگم ما مثلا دیروز مردم از صبح ساعت 7 که بیرون بودن، ولی نیروهای امنیتی هم بودن، ولی تا ساعت مثلا هولوش 2 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر
دیگه شهر از یه ساعتی دیگه دست مردم بود، همه جام تاریک و بسته، دست مردم بود تو خیابون، دیگه هیچ نیروی امنیتی نبود. ممنونم از شما که به ما پیوستید و اطلاعات خوبی بهمون دادید در شرایطی که عملا اینترنت در ایران قطع هست و ارتباط ما هم با ایران قطع هست و تلاش ما همینه که تا میتونیم در واقع اطلاعات رو دست اول در اختیار شما بگذاریم. اما برای اینکه اطلاع بیشتری پیدا بکنیم از وضعیت موجود ایران، اجازه بدید بریم به اصفهان، جایی که امید یکی از شهروندان این شهر با ما در ارتباط هست. امید، کمی از وضعیت شهر به ما بگو، اونجا چه گذشت، خواسته های مردم چه بود؟ درود بر شما جناب سرکوی و بینندگان محترم. وضعیت شهر از روز شنبه تا به روز توی بعضی از نقاط شهر بسیار درگیری شدیدی بوده. عمده بانک های و مناطق آتیش زدن و تقریبا خیابون ها رو مردم بسته بودن. این مردم عادی هستن که تنها دردی که دارن گرسنگیه، نه او باشن، نه از جای دیگه اومدن، نه از جای دیگه خط گرفتن، تنها چیزی که دارن گرسنگیه و حرف حقی هم میزنن. اگر رأی دادن، اگر یک روز این مردم رفتن و رأی دادن به رئیس جمهورشون، به نماینده مجلسشون، اونها باید قانونی رو بذارن که این مردم به نفعشون باشه، نه اینی که اون نماینده مجلس بره امضاش رو پس بگیره به خاطر طرحی که میخواسته فردا بده و بگه نه این قانونی که اومده قانون خیلی خوبی بوده و خوبه 3000 تومان بشه بند. این مردم تمام دغدغه‌ای که دارن دغدغه این آنه. و دیروز هم آیا شما تایید میکنید که اعتراض ها اونجا ادامه داشته؟ ما در وبسایت خودمون همین الان یک تصاویری رو منتشر کردیم از چهارراه رزمن. ما یه تصاویر رو منتشر کردیم از چهارراه رزمندگان اصفهان و مخاطبی که گفته در اونجا دیروز در اعتراضها به افزایش قیمت بنزین چندین بانک هم با آتیش کشیده شده. بله دقیقاً، توی همون منطقه، توی منطقه ملکشاه، توی منطقه زینبیه، توی منطقه دستگرد، تمام این مناطق به شدت درگیری که هست، عمده مردم بیرون هستن و عمده مردم دارن راه ها رو میبندن، بانک ها رو آتیش میزنن، ولی نیروهای امنیتی خیلی جو سنگین رو حداقل تا دیروز نداشتن و بیشتر در حد پرتاب گاز اشکاور بوده و بعد در حد باتون زدن بوده. صدای تیراندازی من شنیدم ولی صحنه تیراندازی رو من با شما واجه نشدم توی اون چند هست. و صحنه زخمی شدن کسی رو هم ندیدیم؟ نه، ولی گاز اشکاور به وفور استفاده می شد و با گاز اشکاور مردم رو تایید هم متفرق کردنشون داشتن که خب زیاد نمی تونستن این کار رو انجام بدن. و آیا امروز هم از منزل خارج شدید؟ می دونید وضعیت شهر چگونه است؟ امروز هنوز از اون منطقه‌ای که هستم خارج نشدم، چون توی این منطقه‌ای که هستم زیاد درگیری نیست و مشکلی نیست، ولی توی اون مناطق اون اطلاعاتی که دارم و صحبتی که با دوستانم کردم، اون مناطق هنوز درگیریه و هنوز اون خیابون ها به صورت مردمی بسته شده. ممنونم از شما امید، از اصفهان به ما پیوسته بود. جو امنیتی در بسیاری از شهرهای ایران همچنان برقرار هست و نشانه آن این که در مدارس شیراز گفته شده که فردا سه‌شنبه باز تعطیل خواهد بود. همینطور در اصفهان مترو همچنان کار نمی‌کنه. دانشگاه‌های شیراز و دانشگاه آزاد اصفهان بسته هست و همین امروز اعلام شد که به دلیل اعتراض‌های دیروز در دانشگاه تهران مسئولان اعلام کردند که عده‌ای دستگیر شدند. جو در سنندج و همینطور شهرهای کردنشین ایران هم بسیار آشفته و امنیتی اعلام شده. اینجا در استودیو با من ژیار گل همکارم هست که میدونم در واقع شرایط رو در شهرهای کردنشین تو دنبال کردی، از نزدیک در تماس بودی. کمی بهمون بگو که اونجا چه گذشته. همونجوری که میدونی اینترنت اونجا قطع شده و حتی در برخی از مناطق اونجا شبکه‌های تلفنی هم سرویس نمیدن، یعنی در حقیقت میشه گفت تلاش زیادی میشه که خروج اطلاعات رو از اونجا محدود بکنن، اما ما بالاخره تلاش کردیم از طریق افرادی که در ظرف امروز دیشب از کردستان ایران به کردستان عراق رفتن اطلاعات کسب کنیم، از طریق افرادی که در داخل ایران یا تماس‌های تلفنی داشتیم که ببینیم وضعیت چجوری بوده. به نظر می‌رسه از همون روزهای اولیه، از روز جمعه اگه نگیم پیشگام، همگام با سایر مناطق کشور
اونجا تظاهرات وسیع و گسترده‌ای بوده و معمولاً به طور سنتی نیروهای امنیتی در مناطق کردنشین حضور پررنگ و گسترده‌ای دارن، اما تصویری که این افراد تماس‌های تلفنی و شاهدان عینی برای ما به ما ارائه دادن یک تصویری خشونتبار و خونینی بوده. من فقط چند مثال میزنم در شهرهای مختلفی که ما تونستیم اطلاعاتی کسب کنیم. مثلا در شهر کوچک مرزی جانرود در استان کرمانشاه که یک جمعیت حدود 70,000 نفر داره، با افرادی که من صحبت کردم میگن بین حداقل بین 10 تا 15 نفر اونجا کشته شدن و خیلی از مردم زخمی شدن. حتی ما تصاویری از اون شهرستان دیدیم که دادگستری شهر رو نشون میده و از بالای ساختمان این دادگستری مأمورانی امنیتی دارن از اونجا به طور مستقیم با یک زاویه به طرف پایین مشخصه که تظاهرکنندگان پایین هستن تیراندازی میکنن. در شهر مرزی مریوان، شهری کوچک حدود 140,000 نفر جمعیت داره، اونجا هم از کشته شدن دست کم 6 نفر مردم صحبت میکنن و حتی تعدادی از مردم محلی هویت این افراد رو برای ما مشخص کردن، سنشون رو برای ما گفتن. افرادی که کشته شدن بیشتر بین 20 تا 30 ساله هستن، 21 ساله یک نفر مثلا در کرمانشاه هم، مثلا شبکه سازمان حقوق بشر کردستان که یک شبکه مستقلی است معمولا اونجاها رو مناطق کردنشین رو رصد میکنه، اونا گفتن در یک بیمارستان، در بیمارستان امام رضا گفته شده، شاهد عینی گفته 16 جنازه اونجا هستش. هنوز مشخص نیست واقعا چه تعداد مردم کشته شدن، اما چیزی که مسلمه و با اطمینان میشه گفت تعداد زیادی از مردم در سنندج، در سقز، در بوکان، در شهرهای مختلف دستگیر شدن و بیشتر کشته شدگان در این درگیری ها در جوانرود، در مریوان و در کرمانشاه بوده. و جیار دیروز هم یک نماینده مجلس که از شهر بوکان بود، او استعفا داد، گفت عملا مجلس دیگه نمیتونه کاری بکنه با توجه به این که عملا حرفی هم مشورتی هم با اونها نشده. در چقدر میدونیم که آیا این در اعتراض به برخورد نیروهای انتظامی هم بوده در این حال و اینکه آیا اصلا میشه چنین چیزی رو فهمید یا نه؟ ببین، این نماینده در گذشته هم اگه یادتون باشه درباره کولبران موضع گرفته بود، اما فراموش نکنیم میتونه این باشه، اما در دلیلی که ایشون ارائه کردن، آقای عثمان فامیلیشو یادم رفته، اگه اشتباه نکنم ایشون گفته به خاطر موضوع بنزین بوده، اما وضعیتی که در اون مناطق حاکمه، محمد قاسم عثمانی بودن، وضعیتی که در اون منطقه حاکمه میشه یکی از دلایلی بوده باشه. و فراموش نکنیم افزایش قیمت بنزین تنها دلیلی نیست که مردم به خیابون ها اومدن. اکثر اون افرادی که به خیابون اومدن احتمال بسیار زیاد اتومبیل هم ندارن، اما بیکاری، فقر، وضعیتی که در اون منطقه به خصوص در مناطق مرزی که حاکمه باعث شده که این مردم بیشتر در حقیقت جرقه ای باشه که دیگران هم به مردم بپیوندن و اونجا اعتراضات خودشون رو نشون بدن. اما همینجوری که گفتم در اون مناطق نیروهای امنیتی حضور پررنگی دارن و معمولا با تظاهرات و با اعتراضات با دست سنگین، شاید گفت بشه گفت با مشت آهنین با اون برخورد میشه. به همین جهته ما وقتی که نگاه میکنیم با توجه به جمعیت شهرهای کوچکی مثل جوانرود و مریوان، میبینیم تعداد کشته ها بسیار بالاتر از شهرهای بزرگی مثل تهران و سایر نقاط کشور هستش. مثلا در شهر کرمانشاه، خب بالاخره شهر کرمانشاه شهر بزرگی است، یاد بشه گفت بزرگترین شهر کردنشین ایران هستش، اونجا هم اطلاعاتی که به ما دست ما رسیده حکایت از کشش افراد زیادی است و برخی از افرادی که من باشون صحبت کردن گفتن تعداد زخمی ها بسیار بالاتری از چیزی که هست گفته شده هست، چرا که خیلی از زخمی ها جرأت ندارن به بیمارستان ها برای مداوا مراجعه کنن. به همین دلیل اون افراد تحت مداوا در خونه های خودشون هستن، بسیاری نگران هستن که ممکنه جراحات اونها در سطح بسیار خطرناکی نباشه، به همین جهت خانواده هاشون یا خودشون ترجیح دادن در خونه بمانن، اونجا مداوا بشن تا اینکه به بیمارستان مراجعه کنن که مطمئنن احتمالاً دست گیر خواهند شد. به هر حال اطلاعات اینجوری چنینی هم به دست ما رسیده در این چند ساعت گذشته. ممنون از جیار گل همکارم اینجا در استودیو با ما. اما اجازه بدید بیایم سراغ پویا قربانی همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنه. پویا، می‌دونیم که اطلاعات گرفتن از ایران به دلیل قطع بودن کامل اینترنت بسیار سخت است، ولی در چند ساعت گذشته دیدیم چند روزنامه‌نگار حداقل موفق شدن در حد یک توییت کوتاه بذارن، ظاهرا راههایی دارن پیدا میکنن برای ارتباط با بیرون.
ما داریم تلاش میکنیم که اخباری رو بتونیم تایید کنیم مبنی بر اینکه در هر شهری چه میگذره. تا اینجا میدونیم که در جوانرود، مریوان، کرمانشاه شاهد سنگین ترین درگیری ها بودیم. درگیری هایی که همونطور که ژیار گل در صحبت با تو گفت، مثلا فقط در کرمانشاه طبق اعلام کمیته حقوق بشر کرمانشاه فقط 16 کشته در اونجا گزارش شده. به غیر از اون ما در بهبهان هم طبق ویدیوهایی که دریافت کردیم شاهد درگیری های سنگینی هستیم و در مارلیک همینطور در جنوب تهران قلعه حسن خان دیشب ویدیوهایی دریافت کردیم از مخاطبی که سعی کرده بود با در حالی که در خودرو خودش هست ویدیوهایی برامون گرفته بود و ارسال کرده بود، ساختمون ها و مساجدی رو دیدیم که اونجا آتیش گرفته بود. مالی آباد در شیراز دیروز و دیشب کماکان صحنه درگیری بود، صحنه های عجیبی دیدیم از پرواز هلیکوپتر در ارتفاع بسیار پایین بر فراز اون کلانتری که نهایتا آتیش گرفته بود توسط گروهی از معترضان در خیابان پیروزی. همینطور در شرق تهران اعتراضات گسترده‌ای دیشب شاهد بودیم. اگر من وقت داشته باشم خیلی کوتاه به دو تا نکته اشاره کنم. من می‌خواستم بگم که به نظر میرسه ایرانیان خارج از کشور هم کم و بیش دارن الان واکنش‌های نشون میدن. مثلا در گرجستان گفته میشه که تجمعی بوده که در حمایت از اعتراضات. در ویدیویی که ما از تفلیس دریافت کردیم جمعی از ایرانیان در مقابل سفارت ایران در تفلیس گرده هم اومدن و در مخالفت با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه شعار میدن، شعارهایی که واضح هست. دیروز مشابه همین تجمع رو در آتن داشتیم، ایرانیان مقیم یونان در جلوی سفارت ایران در آتن جمع شده بودن و امروز هم در نقاط دیگه ای از دنیا همچین برنامه هست که اگر اتفاق افتاد ما این خبرش رو مخابر خواهیم کرد. همکاران هم ظاهرا میگن که ویدئوی گرجستان آماده است که بذار با هم ببینیم بعد برمیگردیم. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر اصل ولایت فقیه، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد. مامورین امنیت سفارت که گرجی هم هستن اومدن میگن که باید بریم 20 متر اون ورتر. ما نمیخوایم بریم 20 متر اون ورتر، میخوایم همین جا جلوی در سفارت بیستیم. اگر میتونن با حکم قانونی ما رو ببرن 20 متر اون ورتر، ما اجازمون اجازه حقوق بشر بهمون اجازه میده که ما اینجا میتونیم وایستیم. اینجا جز خاک ایران نیست و هیچ مشکلی هم از نظر تظاهرات نداریم. ما همینجا وایسیم که اسمت عقبت هم نگه چه می اوچاق ایرانش خب ایرانش اینترنتی آرارس خب چه می اوچاق ایرانش آبیتی واتساپ وای بری تلفنی آرارس تلفنی آرارس خب من میگم سلاپورا خب تصاویر بود از تجمع ایرانیان ساکن گرجستان در حمایت از معترضان در ایران. همونطور که میدونید 4 روز از افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران گذشته و فضا همچنان امنیتی است. به صورت رسمی ما نمیتونیم تایید بکنیم که چه تعدادی در این اعتراض ها در شهرهای مختلف گفته میشه بیش از 100 شهر بوده در واقع در اثر برخورد با نیروی انتظامی و توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و چه تعدادی دستگیر